لپتاپم رو که روشن کردم، صفحه مانیتور کاملا سیاه بود. سعی کردم با تکان دادن ماوس صفحه رو به حالت اصلی برگردونم، اما فایده ای نداشت. باتری لپتاپم رو جدا کردم و اونو مستقیم به برق زدم، اما باز هم روشن نشد. بعد از کمی تلاش بالاخره صفحه مانیتور روشن شد و از اینکه میتونستم کارهامو انجام بدم خوشحال بودم. اما دوباره خاموش شد و به این نتیجه رسیدم که باید یه لپتاپ جدید بخرم. با اینکه باید یه مقاله رو تا چند روز آینده مینوشتم و تحویل میدادم، اما سعی کردم نگران نباشم. در همین موقع قسمت‌های از یک سرود به ذهنم اومد. گروهی به عرابه‌های خود اعتماد می‌کنند و گروهی به اسب‌های خود، اما ما به قدرت خداوند خدای خیش اعتماد می‌کنیم. هر چالشی رو که با آن روبرو می‌شویم، ما رو با این سوال مواجه می‌کند: آیا به قدرت و توانایی خود اعتماد می‌کنیم یا به خداوند توکل می‌کنیم؟ خداوند کسی است که به ما پیروزی می‌بخشد و قوم اسرائیل را بارها شانس این که این پیروزی را در جنگ با اقوامی که در کنعان زندگی می‌کردند را تجربه کند را داشت. بعضی از این اقوام از اسرائیل قوی‌تر بودند، اما در نهایت قوم خداوند با ایمان به او پیروز شدند. نسل‌های بعدی می‌دانستند که پدرانشان جنگ را با اتکا به قدرت و سلاح خود پیروز نشده بودند. به همین خاطر برای خداوند سرودند: تو با دست خود اقوام دیگر را از این سرزمین بیرون کردی و قوم تو این سرزمین را با شمشیر خود تسخیر نکردند. به قدرت بازوی خیش پیروز نگردیدند، بلکه به قدرت و توانایی تو و با اطمینان به حضور تو که نشانه رضایت تو از آنان بود پیروز گشتند. به عنوان فرزندان خداوند مطمئن هستیم که او دوست ما دارد، به ما کمک می کند و باعث همه موفقیت های ما اوست. این حقایق در مقابل چالش های زندگی به ما قوت می بخشد. کامپیوترها خراب می شوند، عرابه ها چرخاشون رو از دست می دهند، اما خداوند ما رو قادر می سازد تا با انجام کارهای بزرگ او را جلال بدهیم. وقتی خود یک موفقیت خدادادی را موفقیت خودتان محسوب می کنید، چه اتفاقی در رابطه شما با خدا می افتد؟ یک شخص چگونه میتواند بین اعتماد به یک مهارت خدادادی و اعتماد به خدا تعادل برقرار کند؟